یکی از وظایف ما تبیین هست. بسیاری از افراد اون چیزایی که ممکنه یک بچه حزب اللهی اطلاع داشته باشه رو اطلاع ندارند. یه روز سوار تاکسی نشسته بودم، یک راننده تاکسی چند تا شبهه داشت. این شبهاتش رو پرسید، من جواب دادم. آخرش گفت آقا من از هر چی بگذرم از این بمب اتم ایران نمیگذرم. من گفتم بمب اتم چی؟ گفت همین کاری که رهبری میکنه. به خاطر که بمب اتم داشته باشی ما رو بدبخت کردی. من گفتم یعنی چی ما که بمب اتم نمیخوایم؟ گفت پس اگر بمب اتم نمیخوایم هسته‌ای به چه درد ما میخوره؟ هسته‌ای که فقط به درد بمب اتم میخوره. گفتم تو میدونی آب شیرین کنه هسته‌ای یعنی چی؟ تو میدونی اگر آب شیرین کنه هسته‌ای باشه تمام آبایی که به صورت سیل آمد به آب خوردن تبدیل میشه. ما دیگه مشکل کم آبی نداریم. تو میدونی برق هسته‌ای یعنی چی؟ ما اگر نیروگاه برق هسته‌ای داشته باشیم ایران هیچ زمانی در خاموشی قرار نمیگیره. تو میدونی داروی هسته‌ای یعنی چی؟ تو میدونی زیر دریایی هسته‌ای یعنی چی؟ تو میدونی سوخت هسته‌ای برای موشک یعنی چی؟ تو میدونی برای کشت و کار چجوری است؟ تو میدونی تأثیرش رو ماهی ها چجوری هستش؟ من شروع کردم دونه دونه گفتم. این من به خدا گفت من یه دونه شون میدونست. این خاطره باعث شد ما یک کتاب بنویسیم با عنوان فناوری هستی چرخ زندگی، که این هسته‌ای که ما میگیم توی زندگی مردم به چه دردی. اگر ما ندونیم یک شخصی مثل آقای زیبا کلام پیدا میشه توی دانشگاه تبریز میگه هر کس بتونه ایران رو از بختک هسته‌ای نجات بده من ازش حمایت میکنم، چه شمر باشه چه حسن روحانی باشه. ببینید وقتی مردم ما و جوانای ما نمیدونن هسته‌ای به چه درد میخوره اون موقع به این مشکلات میرسیم که هر کس میرسه چنین چیزی رو مطرح میکنه.